با ما همراه باشید با ایران آزادی، اعدام جمشید شارمهد و واکنش های بین المللی. اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی آمریکایی، موجی از واکنش ها و محکومیت های جهانی را برانگیخته است. آلمان به این اقدام واکنش شدید نشان داد و سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار حکومت ایران در برلین را به وزارت خارجه احضار کرد. آنالنا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، در تاریخ 8 آبان 1403 اعدام شارمهد را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که این کشور شدیدترین اعتراض‌ها را به اقدامات ایران ابراز کرده است. همچنین در بیانیه‌ای تاکید شد ما حق داریم اقدام‌های بیشتری انجام دهیم. سفیر آلمان در تهران نیز به وزارت خارجه ایران رفته و محکومیت خود را نسبت به قتل شارمهد اعلام کرد. قضاییه ایران در تاریخ 7 آبان 1403 خبر اعدام او را منتشر کرد. شارمهد در دبی رو بوده و به ایران منتقل شده بود که این اقدام با محکومیت‌های شدید آلمان و ایالات متحده مواجه شد. خبرگزاری میزان وابسته به قضاییه به نقل از دادستانی تهران اعلام کرد که شارمهد در طراحی عملیات‌های تروریستی متعدد نقش داشته است. وزارت اطلاعات ایران او را به طراحی انفجار حسینیه سیدالشهدا در شیراز متهم کرده که در آن 14 نفر کشته شدند. خانواده شارمهد این اتهام را مضحک خوانده و رد کردند. پس از اعلام خبر اعدام، وزیر خارجه آلمان گفت اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان دهنده نوع حکومت غیر انسانی حاکم بر تهران است. بایربوک افزود که برلین بارها به حکومت ایران هشدار داده بود که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت. واکنش آمریکا به اعدام جمشید شارمهد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اعدام جمشید شارمهد را آخرین اقدام شنیع در تاریخ طولانی سرکوب فراملی حکومت ایران توصیف کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شارمهد نباید از ابتدا زندانی می شد. روبایش و انتقال او به حکومت ایران و محاکمه ساختگیش شنیع است. واکنش های بین المللی به اعدام جمشید شارمهد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تاکید کرد که واشنگتن در همکاری با جامعه بین المللی به تلاش‌های خود برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهد داد. غزال شارمهد، دختر جمشید، خواستار ارائه مدارکی برای اثبات مرگ پدرش شد و اعدام کنندگان او را جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر خواند و خواستار مجازات آنها شد. غزاله همچنین با انتقاد از دولت‌های آلمان و ایالات متحده نوشت یک تبعیه آمریکایی آلمانی به طور وحشیانه و بی‌شرمانه ربوده، شکنجه و 4 سال گروگان گرفته شده است. او تاکید کرد که اگر پدرش به قتل رسیده، حکومت ایران باید عواقب جدی عملکرد خود را بپذیرد. رسانه‌ها و نهادهای امنیتی ایران جمشید شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر معرفی می‌کردند. او در دادگاه‌های حکومتی به فساد فی‌الارض متهم و 2.5 سال پس از ربوده شدنش در اسفند 1401 به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور در اردیبهشت 1402 حکم اعدام او را تایید کرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعدام شارمهد را به شدت محکوم کرد و آن را رسوایی برای حکومت ایران دانست. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در طول دادگاه شارمهد حتی فرصتی برای دفاع از خود نداشت. شولتز همچنین به تلاش‌های دولت آلمان برای حمایت از شارمهد اشاره کرد و به خانواده‌اش تسلیت گفت. ضرورت اقدام بین‌المللی. جمشید شارمهد از سال 1381 در لس‌آنجلس زندگی می‌کرد و در مرداد 1399 توسط نیروهای امنیتی ایران در امارات متحده عربی ربوده شد. این نوع بازداشت و ربودن شهروندان دوتابعیتی و مخالفان سابقه ای طولانی دارد. در سالهای اخیر حداقل 2 مورد مشابه شامل روح الله زم و حبیب ازبد به اعدام این افراد پس از ربایش از کشورهای دیگر منجر شده است. آدم ربایی و اعدام افراد به ویژه از سوی حکومت ایران محکومیت‌های جهانی را به دنبال داشته است. از 4 سال پیش کشورهای آلمان، سوئد و فرانسه خواستار نظارت و اقدام در پرونده‌های آدم ربایی شدند.
آنها همچنین خواستار بازگرداندن جمشید شارمهد و سایرین به کشورهای خود بودند. سازمان‌های بین‌المللی خواستار اقدام شورای امنیت ملل متحد برای وادار کردن ایران به رعایت حقوق بشر هستند. اگر تأخیر در این زمینه ادامه یابد و صرفاً به محکومیت‌های لفظی بسنده شود، حکومت ایران ممکن است در آدم‌ربایی و گروگانگیری گستاخ‌تر شود. پیشنهاد شده که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گیرند و سفارت‌های ایران که به عنوان مراکز تروریستی و جاسوسی شناخته می‌شوند، تعطیل شوند.